در طول تاریخ تعداد کمی از شخصیت‌ها به اندازه یاسر عرفات، رهبر مرموز سازمان آزادی بخش فلسطین و چهره کاریزماتیک جنبش فتح برای دهه‌ها بحث و جدل را برانگیختند. او از جمله افراد پشت پرده ای بود که با آموزش گروه‌های مخالف محمد رضا شاه و طراحی عملیات‌های مسلحانه به انقلابیون ایران کمک می‌کرد. یاسر عرفات معروف به ابو عمار، مردی که با ظاهری خندان و با بوسه‌های عجیب خارج از عرف روابط سیاسی شناخته می‌شد. شخصیتی منفعت طلب و درو که هر لحظه امکان داشت جهت سیاسی خود را تغییر دهد، از دریافت کمک مالی از محمد رضا شاه پهلوی تا هماغوشی با انقلابیون 57 تا همپیمانی با صدام حسین و مجاهدین خلق. مردی که رهبر یک گروه تندروی مسلمان بود، اما بعدها ثابت شد که یهودی زاده است. در سال 1999 دکتر قاضی حسین نماینده عالی صاف فاش کرد که یاسر عرفات از یهودیان مراکشی و متولد قاهره است. کاگبه بعدها مدارک رسمی تولد عرفات در قاهره را از بین برد. یاسر عرفات سهم بسزایی در استخدام ابو ندال و ابو شریف، دو تروریست لبنانی، و فرستادن آنها به میان معترضین ایرانی در 17 شهریور 1357 داشت تا با شلیک به سوی ارتش شاهنشاهی و کشتن 9 سرباز ایرانی موجبات تحریک ارتش شاهنشاهی را رقم زده و باعث گرفته شدن جان 57 انسان بیگناه و در نتیجه کاشتن بذر نفرت در دل مردم ایران نسبت به حکومت شاهنشاهی را سبب گشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره، نوشته ی افسانه وفا. کتاب دوم، یاسر عرفات زندگی سیاسی و ویژگی‌های روانشناختی، نوشته ی جرالد پست. کتاب سوم، انقلاب ایران و ریشه‌های ناآرامی و شورش، نوشته ی مهران کامروا. و کتاب چهارم، کارگران و انقلاب 57، نوشته ی آصف بیات. روزی که صادق قطبزاده در فرودگاه مهرآباد، یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را در آغوش گرفت و به او خوش آمد گفت، عرفات با چشمانی اشکالود گفت: سالها فانتوم‌های اسرائیل بر سر ما بمب می‌ریختند، امروز اما فانتوم‌ها به استقبال ما آمدند. اشاره عرفات به دو هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بودند. مخالفان شاه چه فداییانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند و چه سازمان مجاهدین خلق که فنون رزم و نبرد چریکی را در اردوگاه‌های فتح در لبنان و فلسطین آموخته بودند، در انتظار دیدار رهبر فلسطین از ایران بودند. اما هیچ یک باور نداشتند تنها 3 روز پس از سقوط حکومت پادشاهی ایران، ابو عمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی، مقر موقت رهبر انقلاب، مشاهده کنند. در این تصویر بازرگان، داریوش فروهر و سایر مصدقی ها در صف روبوسی با یاسر عرفات هستند. مسعود رجوی و موسی خیابانی از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان پیامی به یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین فرستادند. در این پیام آمده است: برادر ابو عمار، اگر امروز شما و همرزمانتان خانه و خاکی از خود ندارید که بر آن پای گذارید، مردم ما که همیشه انقلاب شما را با چهره فلسطینی
و قلب عربی و اسلامیش به طور ویژه‌ای گرامی و عزیز داشتند، برانند تا در مسیر انقلاب آزادی بخش ضد امپریالیستی خود، خانه و خاکشان را در آینده ای نچندان دور به پایگاهی برای شما تبدیل کنند و این انقلابی است تا پیروزی. این نامه اینچنین به پایان می رسد: با سلام به انقلاب و خلق قهرمان فلسطین، به ویژه خواهران و برادران رزمنده فلسطینی ما در سرزمین‌های اشغال شده، از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان، مسعود رجوی، موسی خیابانی. از فرودگاه عرفات و هیئت همراهش به ساختمان نخست وزیری منتقل شدند و رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین پس از درنگ کوتاهی به همراه 6 تن از همراهانش به مدرسه علوی رفت تا با آیت الله خمینی دیدار کند. عرفات با آنکه مرد جنگ و چریک بود، اما در سفرهای رسمیش معمولاً در کاخهای سلطنتی و یا ریاست جمهوری اقامت می کرد. در تهران اما روی زمین نشست و با آیت الله خمینی قیمه نظری خورد که از خانه آقای مستجابی آورده بودند. آیت الله خمینی با دیدن عرفات چنان به وجد آمده بود که نخستین و آخرین خنده‌اش را مردم پای همان سفره دیدند. از این سفر عرفات تا آخرین آن که با قهر رهبر فلسطین از آیت الله خامنه ای جانشین خمینی که عرفات را خائنی حقیر خوانده بود همراه شد، روابط ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. در ماهای نخست برپایی دولت موقت، نخستین نقض عهد رژیم انقلابی ایران با عرفات آشکار شد. آیت الله خمینی وعده داده بود محل دفتر حفاظت منافع اسرائیل در خیابان کاخ، که اکنون به خیابان فلسطین تغییر نام داده بود، در اختیار سفارت فلسطین قرار گیرد. نخست به بهانه آماده نبودن ساختمان و سپس به این دلیل که مالک ساختمان ملکش را می‌خواهد، برای فلسطینی‌ها ساختمان دیگری را در همان خیابان در نظر گرفتند. دومین اختلاف زمانی پیش آمد که قصه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران جهانی را به حیرت انداخته بود. شرکای ساختمان مجدد خلق هستم. 2 روزه که ما سفارت آمریکا را محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از سفارت خارج بکنن. عرفات دلگیری ها را کنار گذاشت و به تهران رفت با پیشنهادی که قبول آن از سوی آیت الله خمینی می توانست به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین از سوی آمریکا را به همراه داشته باشد. آن هم سالها پیش از آن که پیمان اسلو هویت سیاسی فلسطینی ها و رهبری عرفات را به رسمیت بشناسد. عرفات به آیت الله گفته بود گروگان ها را به من بدهید، من آنها را به واشنگتن می برم. در آنجا اولاً پرزیدنت کارتر به استقبال می آید و عملاً من و سازمانم را به رسمیت خواهد شناخت. در درجه دوم این کار اعتبار و جایگاه ما را در افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بالا خواهد برد و دیگر کسی ما را که باعث آزادی 52 گروگان شده ایم تروریست نخواهد خواند. آیت الله خمینی با یک نه بزرگ به عرفات امیدهایی را که رهبر فلسطینی ها از ساختن کلاهی از نمد گروگانگیری برای خود و ملتش در دل داشت نقش براب کرد. دلازرده او از تهران به بغداد رفت. دولت ایران این سفر عرفات را نشانه ای از مشارکت او در طراحی حمله به ایران دانست. بعد از حمله عراق به ایران، خمینی به یاسر عرفات گفت که در مقابل حمله صدام به ایران موضع بگیر، اما یاسر عرفات پاسخ داد ما با ایرانیان دوست هستیم، اما صدام برادر ماست. عرفات چند ماهی کوشید در نقش میانجی بین بغداد و تهران، جنگی را که به قول او همه اش زیان و به ویژه برای مردم و انقلاب فلسطین بود، خاتمه دهد. زمانی که ارتش و سپاه در عملیاتی شگفت برانگیز
در حمله ای به جنوب عراق تا نزدیکی بصره پیشروی کردند و شبه جزیره فاو را تصرف کردند. رژیم وحشت زده عراق به عرفات متوسل شد تا شاید او از تتم آبروی خود مایه بگذارد و مانع از سقوط بصره شود. عرفات به تهران رفت، اما به جای شنیدن کلامی امیدوار کننده، سخنانی شنید که سخت بر او گران آمد. احمد خمینی، فرزند آیت الله، به نقل از پدرش به او گفته بود بروید و خطاهای خود را با اعلام حمایت از ملت مظلوم عراق که ما به زودی آزادش می کنیم جبران کنید. در چنین صورتی زمانی که بعد از آزادی عراق راهی آزادی قدس می شویم، در لشکر اسلام جایی به شما خواهیم داد و امکان دارد در دولت اسلامی فلسطین نیز مکانی به شما بدهیم. عرفات به احمد خمینی همان را گفته بود که سرداری ایرانی به همتای رومی خود گفته بود: اگر در کف دست من موی میبینی، بصره را هم خواهی دید. این آخرین سفر عرفات در دوران حیات آیت الله خمینی به ایران بود. با آنکه سفارت فلسطین در ایران همچنان دایر بود، اما جمهوری اسلامی عملاً تلاش برای تضعیف و برکناری عرفات را همراه با سوریه و کمک‌های سخاوتمندانه به سازمان‌های تندروی فلسطینی دیگر همچون حماس را آغاز کرده بود. این تصویری از مسعود رجوی است که اسلحه‌هایی را که از انبار ارتش شاهنشاهی دزدیده بود به دوستش یاسر عرفات تروریست هدیه می‌دهد. عرفات بعدها با وجود قطع روابطش با ایران، روابط خود را با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. ارتباط یاسر عرفات با سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف شاه به پیش از انقلاب 57 برمی گردد و همانطور که اشاره شد با قاچاق اسلحه به ایران و تیراندازی به سمت ماموران شاهنشاهی همواره تظاهرات ها را به خشونت می کشیدند. در این میان مشخصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق با آموزش هایی که در اردوگاه های فلسطینیان می دیدند برای عملیات های تروریستی در ایران آماده می شدند و نمونه بارز آن رویداد تلخ 17 شهریور بود. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سه سوء قصد به جان عرفات در تونس برملا شد که عاملانش اعتراف کردند هزینه عملیاتشان را سفیر ایران در دمشق پرداخته و سوریه در انتقال آنها به تونس و تدارک طرحشان نقش اساسی را داشته است. در روز 11 نوامبر سال 2004، مصادف با 21 آبان 1383، یاسر عرفات در سن 75 سالگی در بیمارستان پرسی در پاریس از دنیا رفت و ثروتی بالغ بر 8 میلیارد دلار را برای همسرش سوها عرفات بر جای گذاشت. بخشی از این ثروت از طلاهای زنان و مردم خرد باخته ایران در سال 57 جمع آوری شده بود که به عرفات هدیه دادند تا در راه پیروزی فلسطین هزینه گردد. گزارش‌های بانک جهانی و سایر منابع می‌نویسد یاسر عرفات و اطرافیان او بیش از 90% از بودجه تشکیلات فلسطینیان را به جیب خود سرازیر می‌کردند. زهرا عرفات، دختر یاسر عرفات، که از نوجوانی از خانواده جدا و در عربستان سعودی بزرگ شده بود، تصمیم می‌گیرد بازیگر شود و آرزوی ورود به هالیوود آمریکا را به واقعیت تبدیل کند. دختر یاسر عرفات خیلی زود می‌فهمد جایی در سینمای آمریکا ندارد و برای کسب شهرت باید وارد صنعت دیگری شد. وی به عنوان یک مدل به سرعت موفق و مشهور می شود تا اینکه او را برای بازی در فیلم های پورنوگرافیک انتخاب می کنند. به دلیل بازی زهرا عرفات در فیلم های پورنو، او از سوی خانوادهش طرد شده است. علارغم تلاش طرفداران یاسر عرفات برای شهید جلوه دادن او و اینکه توسط اسرائیل ترور بیولوژیکی شده است، اما هیچ مدرک پزشکی
این مسئله را اثبات نکرد و تحقیقات و آزمایشات نشان می‌داد که او بر اثر ایدز درگذشت. شگفتا که علارغم میلیون‌ها دلاری که جمهوری اسلامی از کیسه ایرانیانی که 34 میلیونشان به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی زیر خط فقر زندگی می‌کنند به رادیکال‌های حماس و جهاد اسلامی داده شده است، اما تا امروز حتی یک بار مردم غزه تصاویر رهبران ایران را در تظاهرات خود بالا نبرده اند. تلختر از این، حکایت زخمی های فلسطینی در رویارویی چند سال پیش با اسرائیل بود که به تهران اعزام شدند، زمانی که در بیمارستان بقیت الله فهمیدند قرار است به آنها خون تزریق شود، به سختی اعتراض کردند مبادا خون شیعیان را وارد رگ‌های آنان کنند. برعکس، فلسطینی‌ها صدام حسین را قهرمان ملی و مذهبی خود می‌دانند و از او با نام سید الشهدا یاد می‌کنند و نام او را بر میدان‌ها و خیابان‌های فلسطین نهاده‌اند. و برعکس، در کشور ما امروز کمتر شهری را می‌توان یافت که نام خیابان و میدانی به نام فلسطین نداشته باشد.